فعالان مدافع حقوق اویغورها و گروه‌های حقوق بشری روز جمعه اول تیر از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که گزارش این نهاد در مورد سرکوب اویغورها و سایر مسلمانان ساکن استان سینکیانگ چین را پیگیری کرده و در این زمینه اقدامات بیشتری انجام دهد. در ادامه به گزارش همکارم در زمینه تداوم سیاست دولت چین بر علیه مسلمانان این کشور توجه فرمایید. فعالان مدافع حقوق اویغورها و گروه‌های حقوق بشری از جمله کنگره جهانی اویغورها و عفو بین الملل میگویند فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش سال 2022 این نهاد که چین را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کرده بود پیگیری نکرده است. لیست روسل، سخنگوی کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت همانطور که کمیسر عالی با صراحت اعلام کرده، او از گزارش این نهاد در سال 2022 حمایت می کند و ما در زمینه مسائل حقوق بشری از جمله پیگیری این گزارش با حکومت چین در تماس هستیم. این در حالی است که دولت چین در ادامه سیاست‌های خود بر علیه اقلیت مسلمانان نام روستاهایی را که برآمده از دین، فرهنگ و تاریخ مسلمانان سینکیانگ بوده با نام‌هایی متناسب با ایدئولوژی حزب کمونیسم چین جایگزین کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد مقام‌های چینی استان سینکیانگ به طور سازمانیافته نام صدها روستا با معانی مذهبی، تاریخی یا فرهنگی برای اویغورها را به نام‌هایی که ایدئولوژی حزب کمونیست چین را منعکس می‌کنند تغییر دادند. در تحقیقات دیدبان حقوق بشر حدود 630 روستا شناسایی شدند که نامهای آنها به این شکل تغییر یافته و برای مثال نامهایی مانند سلطان، زیارتگاه و مسجد به شادی، هماهنگی و وحدت تبدیل شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر تلاش چین برای تغییر نام اماکن اویغورها را در راستای سیاست حزب کمونیست چین دانست و آن را تلاشی هدفمند برای حذف فرهنگ و مذهب اویغورها نامیده است. برخورد دولت چین با اویغورها در سال 2017 تشدید شد و بازداشت‌های خودسرانه و گروهی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری، کنترل شدید، آزار و اذیت فرهنگی و مذهبی، جدایی خانواده‌ها، کار اجباری و خشونت‌های جنسی را به دنبال داشت. دیدبان حقوق بشر در سال 2021 مجموع اقدام‌های دولت چین علیه اویغورها را جنایت علیه بشریت خواند و از رهبران این کشور خواست به حقوق اقلیت مسلمان ساکن این کشور احترام بگذارند. ساعتی پیش با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل از واشنگتن گفتگوی داشتم و از او پرسیدم به نظر شما آیا چشم‌انداز مثبتی نسبت به تغییر سیاست‌های دولت چین در قبال مسلمانان وجود دارد؟ با هم پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را بشنویم. ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و برنامه خوبی که در این رابطه اختصاص دادید خدمت شما عرض بکنم. سوالی که فرمودید سوال بسیار خوبی هست و قاعدتا باید ما یک بخش از مقررات حقوق بین الملل رو در رابطه با پاسخی که به طور منطقی میشه به سوال شما داد اونجا در واقع بهش اشاره بکنیم. از نظر حقوق بین الملل کشورها یک تعهد الزام آور نسبت به رعایت حقوق تمام شهروندان به ویژه اقلیت هایی دارن که در درون سرزمینشون فرقی نمی کنه، در درون حکومت صاحب نقش باشن یا نباشن، این کشورها در واقع این تعهد رو پذیرفتن و در نظام حقوق بین الملل این تثبیت شده است. این میتونه شامل آزادی های مختلفی برای اقلیت ها باشه، چه به لحاظ نژادی، زبانی، مذهبی و سایر موارد. بنابراین دولت چین هر اقدامی که انجام میده نمیتونه اون رو محدود بکنه به حاکمیت ملی و سرزمینی خودش. طبیعتاً فشارهای بین المللی، من قبلا هم بهش اشاره کردم، باید از حالت بیانیه نویسی و قطعنامه صادر کردن از طرف سازمان ملل به یک ابزارهای اجرایی مجهز باشه که بتونه این حقوق رو پیگیری بکنه.
مطلب بعدی در رابطه با نکاتی بود که شما در اخبار به خوبی اشاره کردید، تغییر نام روستاها یا هر اتفاقی که مبنی بر تضییع حقوق مسلمانای اویغور توسط دولت چین انجام میشه، از جمله کشتار مردم، دستگیری های بدون دلیل، کوچ اجباری، فشارهایی که بر خانواده ها اتفاق میفته. بنابراین باید این رو در نظر بگیریم که دو نگاه و دو هدف گذاری در ذهن رهبران چین وجود داره. یکی تحریف مسیر تاریخ هست برای مسلمانای اویغور که در این کشور سالیان سال هست زندگی میکنن، ریشه دارن، فرهنگ و تمدن خودشون رو تونستن معرفی بکنن. مطلب بعدی در رابطه با حذف تدریجی فرهنگ اقلیت هاست، یعنی فرهنگ اقلیت ها همون چیزی که در اصل حقوق بین الملل هم بهش اشاره کردم، یک تعهد الزام‌آور هست و کشورها نمیتونن نسبت به فرهنگ اقلیت ها اعمال فشار بکنن یا سیاست های متفاوت از خواست اونها رو پیگیری بکنن. به همین دلیل من گمان نمی کنم که دولت چین این سیاست رو تغییر بده مگر اینکه اقداماتی صورت بپذیره، از جمله نزدیک شدن فعالیت گروه های حقوق بشری و یا به عبارتی همسانسازی یا همسوسازی فعالیت اونها در عرصه بین المللی که بتونن تمام حوادث و مربوط به جنایت علیه بشریت که توسط دولت چین علیه مسلمان ها انجام میشه رو بتونن آگاهی سازی بین المللی بکنن. این میتونه در قالب تهیه فیلم باشه، فیلم و مستند، میتونه در قالب تهیه بروشور، کاتالوگ یا برگزاری سمینارها و کنفرانس ها باشه که انعکاس بیشتری داشته باشه. فقط اعتراض به سازمان ملل یا سازمان های حقوق بشری توسط فعالین سیاسی نمیتونه موجب تغییرات، ایجاد تغییرات در دولت چین باشه به لحاظ رفتاری. فکر میکنم که یک بخش این هستش که باید در این رابطه انجام بشه. نکته دوم تقویت ابزارهای اجرایی هست در سازمان ملل. خود سازمان ملل باید از مکانیزم توصیه‌ای که معمولا در برخی از روابط یا ضوابط سازمان ملل وجود داره، از اون لاک باید خارج بشه، از اون فضا باید خارج بشه و نمیشه نقش توصیه‌ای رو نسبت به مسائل حقوق بشری همواره دنبال کرد. طبیعتاً مکانیزم اجرایی و عملی قدرتمندی رو باید سازمان ملل و کشورهایی که در زمینه حقوق بشر خیلی فعالن بتونن اونجا سامان بدن و کمیته های تخصصی که میتونه فراتر از موضوع توصیه‌ای، یعنی همین کمیته حقیقت یاب که یکی از فرایندهای فعالیت اجرایی سازمان ملل یا حقوق بشر محسوب میشه، شورای حقوق بشر، این رو بتونن یک مقدار فراتر تعریف کنن، یعنی جدا از اینکه کشف حقیقت هر چی باشه بتونن انعکاس بدن به شورای امنیت سازمان ملل، طبیعتاً شورای امنیت هم نباید خودش رو مقید به ارائه دستورالعمل‌های توصیه‌ای و یا محکومیت اون کشور بکنه. اینها مواردی هستش که من فکر می‌کنم میتونه مؤثر باشه و در حالت کنونی دولت چین از تمام ابزارها، حتی دیپلماسی پشت پرده در سازمان‌های حقوق بشری استفاده می‌کنه که جلوی انعکاس این اخبار گرفته بشه. من فکر می‌کنم که این ابزارها نتیجتاً جواب خواهد داد. خیلی متشکرم.